تصاویر جدید از قیام مردم کازرون، تهاجم دلیرانه جوانان، فرار زبونانه مزدوران. پنجشنبه 27 اردیبهشت 97. رانندگان کامیون در شهرهای مختلف از جمله در پیرانشهر، مبارکه، شوش و بندر موسوم به خمینی روز شنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی رژیم آخوندی روز جمعه شماری از رانندگان اعتصابی در کنگاور را به اتهام ساختگی همکاری با شبکه‌های خارج از کشور دستگیر کردند تا به این ترتیب فشار را بر رانندگان جهت شکستن اعتصاب بالا ببرند. جمعی از رانندگان کامیون شوش و هومه در اعتراض به اجرا نشدن 20% کرایه توسط شرکت کاغذ پارس در ورودی این کارخانه تجمع کردند. با توجه به افزایش کرایه 20% حمل بار، کاغذ پارس زیر بار 20% نمیره و موجب شده کامیونداران شوش اعتراض بکنند. بنا به تصویب 20% که برای افزایش کرایه همه جای ایران اعمال شده، همچنین شرکت حریر پارس که الان از دیروز تصویب شده بود الان داره بارگیری میکنه، دیروز هم بارگیری کردن ولی کاغذ پارس هفت تپه زیر بار نمیره برای افزایش کرایه و الان رانندگان ترانزیت شوش و هومه الان اینجا جمعند و شرکت قبول نمیکنه که بخواد افزایش کرایه داشته. روز شنبه برای سومین روز متوالی رانندگان تاکسی در کرمانشاه در اعتراض به وضعیت بیمه و گرانی لوازم یدکی به اعتصاب خود ادامه دادند. روز جمعه راننده های کامیون کارخانه سیمان کاوان در بوکان در اعتراض به نداشتن تشکل صنفی مسیر این کارخانه به سمت بوکان را مسدود کردند. اما
همبستگی سندیکای حمل و نقل کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه سی‌جی‌تی با رانندگان و کامیونداران اعتصابی در ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای شکستن اعتصاب اول ژوئن 2018. سندیکای حمل و نقل کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه سی‌جی‌تی که رانندگان کامیون‌های باربری فرانسه را نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با همکاران ایرانی خود ابراز می‌دارد. 10 روز است که رانندگان کامیون در ایران در یک اعتصاب وسیع به سر می‌برند که گردش و حمل و نقل کالاها و نیزسوخت را در بخش وسیعی از ایران فلج کرده است. این اعتصاب نتیجه سیاست ریاضتی اعمال شده به وسیله حکومت ایران است که مدت زیادی است کارگران را به سطوح آورده است. وضعیت اقتصادی رانندگان کامیون بسیار شکننده است. به همین خاطر یکی از خواستهای اصلی آنان شامل بالا رفتن 40% کارمزد است. سندیکای حمل و نقل سی‌جی‌تی به شدت سرکوب رانندگان توسط حکومت ایران و اقدامات آن را برای شکستن اعتصاب محکوم می کند. ما حمایت بی قید و شرط خود را از همکاران راننده کامیون در ایران در مبارزه برای یک زندگی شرافتمندانه و امکان سازمان یافتن در یک سندیکای دموکراتیک و مستقل اعلام می کنیم. ما برای رانندگان کامیون ایرانی موفقیت و پیروزی آرزو می کنیم. استرالیا، حمایت شورای تجاری اتحادیه ایالت ویکتوریا از اعتصاب رانندگان کامیون‌های سنگین در ایران. شورای تجاری اتحادیه ایالت ویکتوریا در استرالیا همبستگی خود را با رانندگان کامیون‌های سنگین در ایران در اعتصابشان برای محافظت از حق معیشت و حقوق کار خود ابراز می‌کند. ما هر گونه سرکوب حکومتی را محکوم می‌کنیم و صادقانه امیدواریم که رانندگان در مبارزه خود موفق باشند. مبارزه‌ای که بخشی از مبارزه وسیع‌تر برای عدالت و دموکراسی برای کارگران در ایران است. در همبستگی شورای تجاری اتحادیه ایالت ویکتوریا استرالیا. کارکنان گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به عدم دریافت معوقات چندین ماهه خود و همچنین عدم رسیدگی به وضعیت این شرکت توسط رژیم مقابل استانداری رژیم در خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضین در حالی که نیروهای سرکوبگر مسیر رفت و آمد را بسته بودند به طرف کیانپارس راهپیمایی کردند. نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و نداشتن امنیت شغلی تجمع اعتراضی برگزار کردند. مراقبین سلامت در کرمانشاه در اعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت به موقع آن، ساعت کاری ناعادلانه و عدم امنیت شغلی مقابل ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دست به تجمع زدند. شماری از بازاریان و کسبه در گوهردشت کرج در اعتراض به کسادی بازار سومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. سومی گوهردشت که صنف لوستروش و فرش فروش هستش، تک تو بینشون باز هستن ولی 95%شون تعطیلن. سه روز همین برنامه هستش، تعطیل